سلام، امیر حسین صدیق هستم، کتاب باز. معمولا با داستان میشه مفاهیم خیلی سنگین و سخت و ثقیل و در قالب داستان که قرار میگیرن به زبان شیرین به مخاطب منتقل کرد. بعضی مفاهیم گاهی برامون سخت هستن، سخته که سراغش بریم، مثل فلسفه، روانشناسی یا تاریخ. اما وقتی که میرن تو در قالب قصه و داستان، خب راحت‌تر با مخاطبشون ارتباط برقرار می‌کنن و گاهی حتی وقتی که داریم می‌خونیم متوجه نمی‌شیم که اون مفاهیم دارن به ما منتقل میشن و فکر می‌کنیم داریم یه داستان ساده و راحت و قصه‌گو رو می‌شنویم یا می‌خونیم. چه کار میشه کرد که رازهای پنهان چنین کتاب‌هایی رو کشف کرد؟ امشب یک بازیگر درجه یک مهمان پاتوقمونه که میتونه به این سوالمون جواب بده. اینجا پاتوق کتاب باز. سرکار خانم محلقا باقری لطف کردن تشریف آوردن پاتوق کتاب باز. حالتون چطوره؟ سلامت باشین. خیلی ممنون. خوش آمدید. ممنون، مرسی. خواهش میکنم. سلام، خوشحالم که اینجا توی برنامه کاملا فرهنگی در خدمتتون هستم. سپاس. چقدرم کتاب برامون آوردین. به به، دستتون درد نکنه. اینا کتابایی که اخیراً خوندین یا اینکه نه آوردین در موردش چیزی برامون تعریف کنین. خواهش میکنم. بذارین فقط یه ذره دم بکشم. بله، چشم. نه، راستش کتابایی بود که به نظرم رسید شاید اینجا به کارمون بیاد، دوستشون بحب. داشتم. آخرین کتابایی که خوندین چی بوده؟ که نه از لحاظ زمانی ها، که یادتون مونده و تاثیرگذار بوده. راستش رو بخواین آوردمش با خودم. آره، تقلب کردم. خب نشونمون بدین. آره. جالبه برام. اسمش سفر زندگیه، در جستجوی پنج بزرگ زندگی. به به، چه خوب. به نظرم کتاب خیلی جذابی اومد، راستش رو بخواین. و چیش براتون جذاب بود؟ همه چیش، یعنی دو بخش داره در واقع. جواب کامل و قانع کننده. آره. بود، همه چیزش جذاب. دو بخش داره در واقع، دو پارت خیلی جذاب داره که یه پارتش به خودم مربوطه و پارت دیگه‌اش قسمت ظاهریه قصه‌شه، چون یه قصه جذاب داره و قصه یه آدمیه که میخواد بره سفر و حالا تو این سفر با یه سری چیزها مواجه میشه. ولی قسمت جذابش برای خودم به شخصه قسمت در واقع روانشناسیشه که زیر ساخت و زیر لایشه. یعنی در حقیقت یک داستانی رو تعریف میکنه که در لایه زیرینش ولی یه مبحث کاملا روانشناسیه و روانشناسی کاملا مدرنه. چجابه. و آره، اینش برام خیلی جذاب بود به خاطر اینکه قصه خودش به تنهایی جذب میکنه آدم ها رو، مخصوصا آدم های معمولی رو که یعنی خوانندگان غیر حرفه‌ای هم جذبش میشن. دقیقاً، یعنی خواننده هایی که شاید با مبحث روانشناسی آشنا نباشن، در واقع اینطوری بهتره بگیم. به به، چه عالی. من اگر اجازه بدین اینو به دوستان پس نشون بدم. فکر میکنین قالب داستانیش هم به خوبی و به سادگی روایت کرد؟ یعنی پیشنهاد کنیم به دوستانی که خیلی کتاب باز نیستن؟ بله، من راستش رو بخواییم فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه، برای اینکه آره همه چی رو دربر میگیره و یه آرامش خیلی زیبایی هم در درونش وجود داره که اون آرامش رو منتقل میکنه. به به. آره. سفر زندگی در جستجوی پنج بزرگ زندگی. بله. بسیار عالی. خانم محلقا باقری، شما به عنوان یک هنرمند و مدرس هنر که الان دانشگاه دارین تدریس میکنین، به به، نظرتون در مورد جهانبینی یک هنرمند چیه؟
نظر شخصیتون رو میخوام. آره خیلی سوال خوب و مهم و به نظر من آره خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه اصلا معتقدم که یه هنرمند اول باید یه جهان‌بینی درست داشته باشه و خودش به عنوان یه هنرمند باید درونش پر باشه، بعد تازه توی اثر هنری شاید یک بخش یا به قول هنرمنده یه تاشی از اون زیبایی رو ما ببینیم، ولی درون خودش مهمتره. یعنی برای همینه که بعضیا میگن زندگی مثلا یه هنرمند خیلی مهمه، خودش چه چیزهایی رو گذرونده، چی کار کرده، چگونه زندگی آره، کرده. یعنی جهان بینی هنرمند به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه اگه قرار باشه یه تاثیر بزرگ بذاره و در این حال تاثیرش هم یه تاثیر فرهنگی هم باشه، یعنی هم زیبایی شناسانه باشه، هم اخلاقی باشه، هم جذاب باشه، هم فرهنگی باشه، هم سرشار از اصول هنری باشه. دقیقاً. به هر حال اون جوشش هنری دقیقاً اون زیبایی شناسی هنری اصلی رو داشته باشه. خب چه جالبه. به نظر شما آیا با کتاب باز شدن، کتاب خوندن و مطالعه کردن، جهان بینی آدم هم تغییر میکنه؟ واقعیت اینه که اگه یه ذره سختگیرانه به قضیه نگاه کنیم، به نظر من جهان بینی از کتابای مرجع نشأت میگیره. مثلا اینکه یه هنرمند، ما سختمونه، دوست داریم کتابای کوچولو کوچولو بخونیم، دوست نداریم کتابای اصلی رو بخونیم چون زیادن. ولی واقعیت اینه که پر از اسامی و دقیقاً. ولی واقعیت اینه که وقتی شما یه کتابای تاریخی رو میخونین، در واقع بیستون و اساس اصلیتون شکل میگیره و تازه تصمیم میگیرین که حالا به عنوان یه هنرمند میخواین چیکار بکنین، یعنی چطوری مسیرتون رو انتخاب میکنین. برای همین معتقدم که کتابای حتی تاریخی مثل تاریخ هنر، مثلا تاریخ مثلا تئاتر تجربی، مثلا یه چیزایی، یه کتابایی که اینطورین و کتابای در عین مرجع بودن، یه مسیری توشون وجود داره که شما میتونی مسیر آدمهای مختلف رو توش ببینی و با دیدن اون مسیرها تصمیم بگیری که میخوای کدوم یکی از این مسیرها رو برای کارت انتخاب کنی. شما در کدوم یکی از این مسیرها آدم رو دقیقاً بعد اون موقع تازه حالا چیز میشه. این بخش سنگینشه، یعنی بخش اینه که یه کتاب مرجع میتونه انقدر تاثیرگذار باشه، ولی مطمئنم که خب بخشی از مردم ما وقت اینو ندارن که این کارو بکنن، ولی باز معتقدم که به نظر من یه هنرمند موظف این کارو بکنه. به به. خانم مهلقا باقری تشریف آوردن، اینجا در خدمتشون هستیم، یادتون که نرفته اینجا پاتوقه کتاب بازه. حالا در راستای این حرفی که داشتید میزدین در مورد جهان بینی یک هنرمندی که موظف مطالعه کنه، الان من اگر بخوام یک کتابی رو که یه ذره جامع تر و راحت تر سریع تر منو برسون، چه کتابی رو اصلا به من معرفی میکنین؟ راستش به نظرم کلن کتاب های فلسفه هنر خیلی جذابه، مخصوصا برای هنرمندا. الان معانی فلسفه هنر رو دقیقاً این کتاب اصلا تو دانشگاه هم تدریس میشه و اصلا یکی از کتاب‌هاییه که به نظر من خیلی من میتونم نشون آره. دوربین بدم. بله. سپاسگزارم. نویسنده آن شپرد، مترجم علی رامین. بله. این تو دانشگاه تدریس میشه. تو دانشگاه هم تدریس میشه هم و تدریس به عنوان یکی از منابعی هم هست که اصلا شما مثلا اگه بخواین در ایران دکترا بخونین، دوستایی که میخوان دکترا بخونن اگر احیانا میتونن ازش حتی استفاده کنن، ولی اصلا با این بخشش اگه کار نداشته باشیم، تعریف هنر درش وجود داره به انواع و اقسام مختلف با شکل‌ها و دیدگاه‌های مختلف، چون می‌دونین که آره یه تعریف ثابتی ما براش نداریم، در واقع آدم‌ها فلسفه‌های مختلفشون رو مطرح کردن و هنرمندها و فیلسوف‌ها در واقع، و حالا شما به عنوان یه هنرمند میتونین هر کدوم از این فلسفه‌ها رو انتخاب کنین یا اینکه اینها رو بدونین و بعد فلسفه خودتون رو تعریف کنین. این زبان ساده هم داره که بله. دوستان که علاقه‌مند بله. هنر هستن، چون اصلا نوشته مبانی فلسفه هنر، یه جورایی اساسه، اصول اولیه‌اش. دقیقاً. یعنی به زبان یه ذره عامیانه‌تر و راحت‌تر شما اصلا مبحث زیبایی شناسی رو هم توش می‌بینید. چه خوب. خودتون چطوری کتاب باز شدین؟ خب از که یادتونه آره. از وقتی سواد دار شدین علاقه من شدین کتاب مجله اینو میخونین قبل از اینکه مدرسه برین؟ نه قبلترش، یعنی قبلش آره، علاقه من به کتاب شدین. چجوری خانواده تاثیر داشتن؟ خیلی، به خاطر اینکه مثلا خب مامانم همیشه برام قصه میگفت و وقتی که قصه رو با هم دیگه میخوندیم شروع میکردیم قصه رو برای هم تعریف کردن و بعد سعی میکردیم قصه رو یه جوری نمایشیش کنیم که جذابتر بشه، بعد مهمونایی که میومدن خونمون مهمونی قرار بر این میشد که من قصه رو براشون تعریف کنم.
تعریف کنی. آره، و به شکل نمایشی. به همین علت هم به فضای نمایش و تئاتر علاقه من شدم. هر دوشو از اونجا دیگه خیلی جذاب شد برام. جاله. و حالا در ادامه خوندن قصه و داستان و تا اینکه به 16 سالگی اینا رسیدم، تو اون سن با کتابای روانشناسی ذره آشنا شدم. حالا این مبحثا برام جذاب شد. جذاب شد. ولی همچنان خب هنر اساسی ترین قسمت ماجرا بود و تئاتر اساسی تر. به خاطر همینم هم دانشگاه تئاتر انتخاب کردم. اهل داستان کوتاه هم هستین؟ خیلی. آره، چون که من خیلی توی خوندن رمان تنبلم. تنبلین. آره. رمانای معروف دنیا رو خوندین حتما؟ نه. نرفتین اصلا سراغ دلتون؟ یعنی چرا، خیلی زیاد رفتم سراغشون. شروع کردین ولی به پایان نرسیدین. اصلا تا یه سال دو سال طول کشیده، بعد آخرش هم خسته شدم گذاشتمشون کنار. یعنی نمیدونم، با اینکه خیلی علاقه من به قصه‌ام، ولی دوست دارم که همه چیز معجز باشه. به خاطر همینم نمایشنامه رو بیشتر ترجیح میدم تا رمان. ولی خیلی خوبه ها، یعنی توصیه میکنم آدما رمان بخونن. خودم هم ان شاءالله. حالا از داستان کوتاهی که خوندین، نویسنده های محبوبتون کدوم ها بودن؟ بیشتر ایرانی، خارجی، هر کدوم؟ یکی از کتابایی که خیلی جذاب بود برام، یعنی یکی که دو سه تا در واقع مجموعه کتاب هست که مال ریموند کاروره، منتها اونو همرام نیاوردم، ولی یه مجموعه کتاب دیگه آوردم که اونم خیلی جذابه. بچه خوب. آره، مجموعه نامرئی اسمشه، ترجمه علی اصغر حداد. اجازه بدید من اینم نشونه دوستان بدم. چقدر پیشنهادهای خوب ده آوردن با خودشون خانم باقری. به به به. مجموعه 45 داستان کوتاه از 26 نویسنده آلمانی زبان، مجموعه نامرئی. دقیقا. و جذابیتش هم خب در چیه؟ در اینه که دو بخش داره، یکی اینکه داستان کوتاهه و خب کلن داستان کوتاه برای آدم تنبلی مثل من تو رمان خوندن خیلی جذابه. ضمن اینکه معتقدم که اصلا تو دنیای مدرن یه ذره داستان کوتاه کلن فکر بهتریه، ایده بهتریه، برای اینکه آدم ها سرعتی که دقیقاً آدم ها فرصت اینو دارن که با یک قصه کوتاه به اون حس لذتی که دلشون میخواد برسن، در این حال یه سری چیزها و یه سری اتفاقات هم توش یاد بگیرن. ممنون. اینجا پاتوق کتاب بازه، در خدمت سرکار خانم محلق و باقری هست. کتابی که امشب بخشای از اون رو براتون میخونیم هنر شفاف اندیشیدن نام داره. نویسندش رالف دالبی، ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز. با ما باشین. نوشیدنی مجانی را قبول نکن. مردم وقتی مقروض کسی باشند بسیار معذبند. متاسفانه این گونه اخاذی ها که میتوان به آنها انحراف هم گفت بسیار متداولند. یک کارخانه پیشسازی از مشتری های بالقوه خود دعوت میکند در تماشای یک مسابقه ورزشی به آنها بپیوندد. یک ماه بعد زمان سفارش پیچ میشود. میل به ادای دین چنان قوی است که خریدار تسلیم میشود و به دوست جدید خود پیش سفارش می‌دهد. این تکنیک در زمان باستان نیز وجود داشته است. ما تقابل را در تمام گونه‌هایی که غذایشان در معرض نوسانات شدید است مشاهده می‌کنیم. فرض کن که تو با شکار غذای خود را به دست می‌آوردی. یک روز خوش‌شانسی و گوزن شکار می‌کنی. احتمالاً نمیتوانی تمامش را در یک روز بخوری و هنوز چند قرنی با اختراع یخچال فاصله داریم. تصمیم میگیری این گوزن را با گروهی قسمت کنی و این بدان معناست که تو هم وقتی خوششانس نباشی میتوانی از غنیمت دیگران استفاده کنی. در واقع شکم دوستانت نقش یخچال را ایفا میکند. تقابل یکی از راهکارهای مفید برای بقا و گونه ای از مدیریت ریسک است. بدون آن بشریت به بسیاری دیگر از گونه های حیوانات مدت ها پیش منقرض می شدند.
تقابل رابطه بین انسان‌هایی است که هیچ نسبتی با همدیگر ندارند و از ملزومات توسعه اقتصادی و تولید سرمایه است. بدون آن اقتصاد جهانی بی‌معنا می‌شد. در واقع اصلاً اقتصاد بی‌معنا بود. این جنبه مثبت تقابل است. اما تقابل یک جنبه زشت هم دارد. انتقام. خود انتقام انتقام ایجاد می کند و خیلی زود تو را در یک جنگ تمام عیار قرار می دهد. تقابل کشش بسیار زیادی دارد. سالها پیش زن و شوهری من و همسرم را به شام دعوت کردند. ما تا حدودی از قبل با این زوج آشنا بودیم. علی‌رغم خوش برخورد بودن خیلی سرگرم کننده نبودند. بهانه خوبی برای رد دعوتشان نداشتیم و به همین خاطر قبول کردیم. اوضاع دقیقاً همان گونه بود که فکرش را می‌کردیم. ضیافت شام فوق‌العاده خسته کننده بود. مجبور بودیم چند ماه بعد آنها را به خانه خودمان دعوت کنیم. زنجیر تقابل مجبورمان کرد دو بعد از ظهر طاقت فرسا را تحمل کنیم. نتیجه اینکه چند هفته بعد باز دعوتمان کردند. دوست دارم بدانم چند مهمانی شام صرفاً به خاطر تقبل تحمل شدند. حتی اگر شرکت کنندگان دلشان می‌خواسته سالها قبل از این چرخه بیرون بیایند. به همین صورت اگر کسی در فروشگاه سراغت آمد تا از تو بخواهد یک نوشیدنی، یک تکه پنیر یا یک مشت زیتون را تست کنی، پیشنهادش را رد کن. این توصیه من است، مگر اینکه دلت بخواهد یخچالت را پر کنی از چیزهایی که هیچ علاقه‌ای به آنها نداری. خانم باقری، با توجه به این صحبتی که کردین الان، برام جالبه وقتی که وارد یک کتاب فروشی بزرگ بشین بخواین کتاب خرید کنین، اول سراغ کدوم یکی از قفسه ها میرین؟ با چه تیتری؟ آره، الان روانشناسی رو بخواین، نه با تیتر نمایش میرم جلو. با تیتر نمایش. آره، یعنی همچنان نقطه ضعف هم نمایشه، یعنی تئاتر و نمایش اول میرم سراغش، اونجا اگه کتابی تازه چاپ شده بود اونا رو میگیرم، بعد میرم سراغ قسمت های دیگه. اخیراً به چاپ چیز جدیدی برخورد کردین یا چیزی اخیراً مطالعه کردین که پیشنهاد بدین به ما که تو زمینه تئاتر نمایشنامه جدیدی که خوندین؟ نمایشنامه که خیلی زیاده، یعنی نمایشنامه اصلا میگم همچنان اون نقطه ضعف منه و جذابیت های تئاتر که دیوانوار دوستش دارم و به خاطر همینم از هر قسمتش لذت میبرم، یعنی نمایش، مخصوصا نمایشنامه‌ای که بدونم که نویسنده‌های بزرگی نوشتنش، مثلا دوباره مکبس در واقع آره شکسپیر رو دوباره نگاه کردم و باز برام جذاب بود. عرض کنم خدمتتون که حالا که گفتین مکبس رو دوباره خوندین، به عنوان یه بازیگر کدوم یکی از شخصیت‌های ادبی، حالا چه در داستانی خونده باشید یا نمایشنامه معروفی باشه، که اگر داره به نمایش، فیلم یا سریال تبدیل میشه، دوست دارین که به شما اون نقش پیشنهاد بشه، اون کاراکتر کدوم کاراکتر بوده از چه کدوم یکی از اون کتاب ها؟ من تقریبا همه، کاملا با خودخواهی یک بازیگر، دوست دارم همه نقشایی رو که خوبن و نوشته شدن در تاریخ تئاتر که برای هر بازیگر زنی میتونه جذاب باشه رو بازی کنم، ولی دو تا نقش هست که همین اواخر خیلی بهشون فکر کردم و خیلی دوست داشتم بازی کنم. یکیش کاراکتر اصلی یرماس که نمایشنامه آره لورکاس، بله، و لیدی مکبس مکبس، که این دوتا رو دوباره خوندم و دوباره باز دلم خواست که بازیشون کنم، ولی با خودخواهی بازیگریم کاملا دلم میخواد همیشه نقشای اصلی رو که وجود داره رو بازی کنم. به به. خب چایتون رو میل نکرم، من یه هدیه میخوام به شما تقدیم کنم. یکی از تندیس های بزرگان ادب و هنر ایران، کدوم رو دوست دارین شما داشته باشید؟ به به، من میتونم بلند شما جا. بله بله بفرمی. خیلی خوب انتخاب کنین، زحمتتون میشه؟ نه خواهش میکنم، یه دونه شو دیگه. آره پیدا کردم.
استاد شهریار. بپرسم چرا؟ بپرسین. آره چرا؟ به این دلیل که اولا که یک اثر در واقع یه سریالی که سریال زندگی استاد شهریار بود، آره وقتی دیدم خیلی برام اصلا تعریف دوباره ای شد از استاد شهریار و خیلی برام جذاب بود و شعرهاشون رو وقتی میشنوم واقعا لذت میبرم. متاسفانه هیچ کدوم حفظ نیستم، الان ازم نپرسین. آذری زبان که نیستین؟ نه دیگه، نه. چه عالی. آره متاسفانه نه، ولی حالا اینجا یه گریزی میزنم به همسر، چون همسر آذری زبانه. آره. اون وقتی برام میخونه و با هم عزتی در موردشون صحبت میکنیم برام خیلی جذاب. ایشون براتون ترجمه میکنن؟ یه جورایی. آره. خب خیلی خوبه دیگه. آره. این دلیل و انگیزه خوبیه. آره و واقعا دوست دارم، واقعا شعراشون رو دوست دارم، هم از نظر زیبایی شنیداری هم از نظر تعریفی و معنی توصیفش. آره. اگر باشه من فقط همینجا الان صحبت آقای عزتی شد، از آقای جواد عزتی امشب سر فیلم برداری بودی همراهی نکردی خانم تو، دعوت میکنم هر وقت این برای رد میشدی بیای به ما یه سری بزنی. خانم باقری خیلی سپاسگزارم. قربان شما. خیلی لطف کردین تشریف آوردین. ممنون. ما معمولا از دوستان خواهش میکنیم اگر در مورد حال خوش کتابخانی، کتاب بازی، مطالعه حرفی دارن به دوستانی که میگن چرا باید کتاب خون، یک دقیقه یه چیزی بگین. چی بگم؟ میشه با یه شعر تمومش کنم؟ بسیار عالی. آره. استفاده میکنم. چون واقعیت اینه که من به نظر خودم کسی نیستم که بگم آدم ها کتاب بخونن یا نخونن، ولی تأثیرش رو خودم فقط میتونم بگم که خیلی عالیه و خوبه. همین شعر اینه: آن نخل ناخلف که تبر شد زمانه بود، ما را گر زمان شکند ساز میشوی. به به، سپاسگزارم. خیلی ممنون از لطفتون. اینجا پاتوق کتاب بازه، سرکار خانم محلقا باقری ما رو دارن ترک میکنن. قربونتون برم، دوستتون دارم چون دوست داشتنی هستید. فردا مطمئنن روز بهتریه. امیر حسین صدیق هستم، بهتون شب بخیر میگم و فراموش نکنید که کتاب باز.